جشن مهربانی ها در ولایت هرات تجلیل شد. مسئولان برگزار کننده هدف از برگزاری این جشن را کمک به اطفال بی‌بضاعت عنوان می کنند. به گفته آنان هر هموطن می تواند حتی با ادای یک قلم این اطفال را جذب معارف نماید. جشن مهربانی ها تحت شعار همه با هم به سوی مکتب در ولایت هرات برگزار شد. مسئولان برگزار کننده هدف از برگزاری این جشن را حمایت باشندگان از معارف هرات دانسته، آنان را تشویق می نمایند تا توجه جدی داشته و برای اطفال بی‌بضاعت کمک نمایند. به گفته آنان این افراد می توانند با ادای لوازم مکتب حتی یک قلم برای اطفال بی‌بضاعت آن هم به طور تحفه لبخندی به لبانشان شکوفا کرده و آنان را جذب معارف نمایند. توجه تمام مردم به مکاتب معطوف بسازیم و از مردم خود می خواهیم که مکاتب و معارف را حمایت بکنند. حمایت به این مفهوم که در هر بخش هر کس در توان خود بتوانه مشکلات مکاتب مرفوع بکنه. از سوی هم شماری از کودکان نیز از هم قطارانشان که سرمایه کشورن می خواهند که به سوی مکتب بروند و در آینده دست به دست هم داده تا با خواندن درس و مقش آینده درخشان را از آن خود نمایند. تقاضا می کنم که مکتب برن و درس بخونن به خاطر از اینکه آینده خود بسازن و هم برای خود خوب و هم برای جامعه خدمت کنن. اگر درس بخونن هم آینده خود خور می سازن و همچنین میتونن که کشور خود خور آباد کنن. پس همگی شما نازنینا درس بخونید تا بتونید که کشور خود خور آباد کنین و همچنین یک افتخار آفرینی برای کشور خود خور بشین. مسئولان در اداره معارف هرات هم خبر از تشکیل کمیسیون ویژه در معارف را می‌دهند تا از طریق این کمیسیون بتوانند مشکلات اطفال بی‌بضاعت را شناسایی و حل نمایند. همچنان به گفته آنان از این طریق افراد توانمند را نیز تشویق کرده تا هیچ متعلمی به دلیل نداشتن قرطاسی از درس باز نمانند. حتی باور ما است که اگر یک متعلم هم بتواند از این بهره‌مند بشه و این برنامه ما بتونه کمک بکنه که یک متعلم هم مشکل حل بشه، کار بزرگی انجام شده و این در حال است که به صدها و بلکه هزاران متعلم با کمک هایی که از این طریق صورت میگیره و مردم توانمند ما در این پروسه مشارکت می داشته باشند، من یقین دارم که یک تعداد بسیار زیادی از متعلمین از این استفاده میکنن. از جهتی هم مسئولان اداره معارف هرات نیز میگویند تلاش ها برای رفع مشکلات موجوده اطفال روی دست گرفته شده است و دیگر مخالفان مسلح دولت نیز توان مقابله با نیروهای امنیتی کشور را ندارند و امسال برخی مکاتب مسدود شده هم دوباره بازگشایی می شود که این یک خوشبینی است برای اهل معارف. طالبان ضعیف شده، یعنی به این معنا که اونا متحرکی که سالهای قبل داشتن خوشبختانه حال ندارن و امیدواری است که تعداد مکاتبی که توسط مخالفین بسته شده بود و اطفال عزیز ما را از تعلیم و تربیه اینا محروم ساخته بودن، تعداد از اون مکاتب کمتر شده امسال. در سال گذشته هم جشن مهربانی ها در هرات تجلیل شد و برای 200 هزار اطفال بی‌بضاعت لوازم مکتب فراهم گردید. از همین رو در سال روان نیز کوشش ها بر این است تا کمک به اطفال بی‌بضاعت مبدل به یک فرهنگ شود تا هیچ کودکی از نعمت درس خواندن محروم نشود.